بر شما. نهم خرداد ماه 1392 خورشیدی و 30 می 2013 میلادی در خدمت شما هستم در یک ساعت آینده. یکی از چهره های شاخص طیفی که میگوید با انتخابات نباید منفعلانه برخورد کرد آقای اکبر گنجی است. آقای گنجی از جمله مطالبی که در این زمینه نوشتند، من دو سه جمله شو براتون میخونم. نوشتند انتخابات فرصت خوبی برای دموکراسی خواهان است. مسئله آنان به تبع مسئله ایران شکاف دیکتاتوری و دموکراسی است. سعید جلیلی نماینده قطب دیکتاتوری و سرکوب است. نماد طیفی است که چهره های شاخص اصلاح طلب به هاشمی رفسنجانی را رد کردند تا میلیون ها تن را از حق رأی محروم سازند. آقای گنجی، قبل از اینکه بریم بیایم سراغتون، اجازه بفرمایید که من اعلام بکنم که فرصت انتخابات عنوان برنامه امشب است. نکته ای که عرض کردم بیش از همه آقای گنجی روش تاکید میکنن و خب یک طیفی این نظر رو دارن. آقای گنجی درود بر شما، ممنونم که برنامه امشب رو شما پذیرفتید که درش شرکت بکنید. قبل از اینکه بریم سراغ آقای گنجی، به من میگن به روال معمول، من تازه اومدم توی خونه، واقعا روالشو نمیدونم، میگن به روال معمول باید شماره تلفن، اسکایپ و به هر حال راه‌های تماس برنامه رو اعلام بکنیم تا اگر احیانا ندارید اینها رو داشته باشید تا بتونید در برنامه شرکت فعال بکنید. خواهش میکنم. آقای گنجی خوش آمدید، درود بر شما. بینندگان عزیز، آقای گنجی قبل از اینکه شروع بفرمایید و پاسخ نخستین پرسش بنده رو بدید، که پرسشم این است که این فرصت انتخابات که روش تاکید می‌فرمایید به طور مشخص یعنی چی از نظر شما؟ من دو پیام از بینندگان که در پیوند با همین موضوع هست خدمتون عرض میکنم. نوشتند با توجه به آنچه که من خوندم، نوشتند سوال بنده این است که اگر مردم جوونا دوباره فعال بشن و مانند سال 88 شورش شد، آیا مردم میتونن جلو گلوله بایستند؟ آیا برای حاکمیت مهم است که شرم کند هنگامی که همه مردم را در خیابان به گلوله ببندد؟ آیا برای حاکمیت فرق میکند؟ و دومین سوالم این است که آقای گنجی که تا دیروز شرف رفسنجانی و خانواده رفسنجانی رو با نوشتن کتاب برد، حالا شده مدافع هاشمی. خواهش میکنم بفرمایید. به هر حال میدونستم که صحبت میکنید، این سوالات مشخصا میتواند در پاسخ شما قرار بگیرد. بفرمایید، خواهش میکنم. من اول خدمت شما پاسخ سوال اولی که خود شما طرح کردین رو میدم در مورد اینکه منظور من از استفاده از فرصت انتخابات چی هست. اولین نکته اینه که نزاع بالایی ها در حکومت های دیکتاتوری فضای تنفس و امکان عمل برای پایینی ها در جامعه مدنی فراهم میکنه. در دوره انتخابات حجم نقد وضع موجود و گذشته هم به همراه افشاگری بسیار بسیار شدت پیدا میکنه و این نزاع های بالایی ها کاملا به سود پایینی ها هستش. دومین نکته اینه که انتخابات از طریق رد صلاحیت ها هزینه مند میشه برای رژیم و برای شخص دیکتاتور، یعنی آقای خامنه‌ای. رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی هزینه زیادی برای خامنه‌ای و شورای نگهبان داشت. اعتراض مراجع تقلید، خاندان آقای خمینی، مطهری، بهشتی و خیلی کسای دیگر به دنبال داشت که من نمیخوام تکرار بکنم. نکته سوم اینه که ساختار نهاد انتخابات به گونه ای هستش که فضای جامعه رو دو قطبی میکنه. این دو قطبی شدن نیروهای سیاسی تعارض‌ها رو افزایش میده و نیروهای طرفین رو حول خودش بسیج میکنه. یه نمونهش الان دو قطبیه که دارن دار دسته آقای جلیلی حول خط سازش و خط مقاومت که خودشون رو نماد مقاومت و ایستادگی میدونن ایجاد میکنن. این دو قطبی رو میسازن. چهارمین نکته اینه که ساختار جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون همراه با جنگ قدرت و حزب دائمی خودی ها بوده و همیشه
خودی ها رو به غیر خودی و دشمن تبدیل کرده. از انتخابات اول بگیرید که این بلا سر بنی صدر اومد تا آخرین انتخابات که انتخابات سال 88 بود که میبینیم که همین بلا رو سر آقای موسوی و کروبی آوردن و اون بزرگان الان در زندان به سر میبرن. در همین انتخابات هم شما دیدید که همین فرایند رژیم رفسنجانی اجرا شدش و اونو تبدیلش کردن به یکی از رهبران اصلی فتنه، یعنی رژیم این کارو کردش. دموکراسی خواهان باید بکوشن تا تعداد هرچی بیشتری رو از نظام دیکتاتوری جدا کنن و به جبهه دموکراسی خواهان وصلشون کنن. هدف دموکراسی خواهان دموکرات کردن غیر دموکرات هاست، نه اینکه ما اصرار بکنیم، تاکید بکنیم و کوشش بکنیم که برای اینکه غیر دموکرات ها همیشه غیر دموکرات باقی بمونن. باید هاشمی رفسنجانی هم به موسوی و کروبی دیگه تبدیل کرد، نه اینکه دائما بگیم اینا یک ذات ثابت پلید تغییر ناپذیر دارن و هیچ تغییری نمیکنن. فرایند دموکرات، فرایند انتخابات و فرایند فعالیت های رژیم دیکتاتوری از یک سو و فرایند فعالیت مخالفان از سوی دیگه هستش که میتونه دیکتاتور رو تغییر بده. این کاری بود که در شیلی در فرایند گذار به دموکراسی صورت گرفت و مخالفین نیومدن دائما بگن که این آقای پینوشه جنایتکار یک ذات ثابت پلیدی داره که ما هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. اونا رفتن و با اعمال جمعی خودشون کاری کردن، یعنی پینوشه رو مجبور کردن به فرایند گذار به دموکراسی بپیونده و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در اون کشور صورت گرفت. پنجمین نکته اینه که هر گونه دو قطبی انتخابی رو که رژیم میسازه و انتخابات به طور طبیعی میسازه، مخالفان دموکرات ها باید تبدیلش بکنن به دو قطبی دیکتاتوری و دموکراسی. باید تأکید کرد که خامنه ای و نظام دیکتاتوریش مانع نامزدی مخالفان و رقبا شده و اونها به این ترتیب میلیون ها تن رو از حق رأی محروم کردن. کار ما ساختن یک چنین دو قطبی است، دیکتاتوری علیه و علیه دیکتاتوری که دموکراسی باشه، خامنه ای و مخالفان خامنه ای. ششمین نکته اینه که از فرصت انتخابات برای بسیج اجتماعی علیه دیکتاتوری باید استفاده کرده. شما الان تو همینجا نگاه بکنید، عارف و حسن روحانی میخوان آرای اصلاح طلبان و جنبش سبز رو جذب بکنن، بگن که ما نماینده اونا هستیم به طور غیر مستقیم یا مستقیم. همین امر که اونا به اون آرا احتیاج دارن اونا رو وادار کرده تو تلویزیون برن از موسوی، از کروبی، از خاتمی، از هاشمی نام ببرن و بگن که وعده رفع حصر بدن. اینو میشه تشدیدش کرد، اینو میشه پیشش برد و اونها رو مجبور کردش که از آزادی کلیه زندانیان سیاسی دفاع بکنن و از بیگناهی اونا دفاع بکنن. استفاده از فرصت انتخابات یک چنین معنایی داره. ما باید بکوشیم، یعنی دموکراسی خواهان باید بکوشن که جامعه رو دو قطبی بکنن حول شکاف اصلی دموکراسی و دیکتاتوری، حول شکاف اصلی و دو قطبی خامنه‌ای و ضد خامنه‌ای. این پاسخ من بود درباره فرصت استفاده از فرصت انتخابات. پس سپاسگزارم. اجازه بدین پس سوالای بعدی رو بعد پاسخ بدین آقای گنجی. نخستین اسکایپ رو بگیریم. آقای علیرضا، درود بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. درود بر شما جناب فلاحتی و سپاس از اینکه این برنامه رو به دست گرفتید. به هر حال ما هم مجالی داشته باشیم برای ابراز عقیده هامون. اولا از اینجا به آقای گنجی هم درود میفرستم و به هر حال خیلی خلاصه من یه مواردی رو جمع‌بندی کردم که اونا رو اشاره کنم بهشون به صورت سوال حالا یا به صورت خبری هستش که مناسب این برنامه هستش. اولا اینکه آقای گنجی اصرار بر این دارن که یک حکومت دموکراسی میتونه از هر جا شروع بشه و به هر حال اگر آقای گنجی به دموکراسی اعتقاد داشته باشن قطعاً حکومتی که مذهبی باشه نمیتونه دموکرات باشه، به خاطر اینکه تاریخ و تجربه تاریخ این رو نشون داده که تعامل این دوتا با هم غیر ممکنه. و آقای گنجی توی کتاب عالی جنابان سرخپوش و عالی جنابان خاکستری حمله بسیار شدیدی رو به آقای رفسنجانی و به باند اون میکنه که حتی در اوایل فصل کتاب هم به طور مثال بگم در صفحه 41 بند 3 میاد میگه که متاسفانه هاشمی نشان داده است که پشت سر کسی نمی ایستد، حال چطور می آیید و در پشت او در می آیید. و ادامه میدن و در خط آخر می نویسن که وقتی پشت قوی ترین مدیرش را که اکبر که کرباسچی باشد
خالی کرد، دیگران فهمیدند و به او اتکا نکردند و متوجه شدند که باید تجدید نظر کنند. حالا من از آقای گنجی این سوال رو دارم که شما که در بدو این نظام بودید و سپاه و حکومت اسلامی رو استارتش رو زدید و حالا اومدید نظر بر این میدید که آقای رفسنجانی میتونه امید مردم باشه، چطور ممکنه یک فرد مذهبی که مبلغ مذهبیه میتونه سیاست رو طوری بر مملکت ما حداقل پیاده بکنه که ما بتونیم از نهایت دموکراسی بهره‌مند بشیم؟ کسی که در این 35 سال نشون داده که کارنامه آقای رفسنجانی روشنه. اجازه بفرمایید آقای علیرضای عزیز بمانید همونجا. بله. آقای گنجی خواهش می‌کنم بفرمایید در پاسخ، من دیگه تکرار نمی‌کنم. نکته که من بارها تو تمام نوشته‌های پیشین گفتم، حکومت دموکراتیک حکومت سکولاره، حکومت مذهبی نمیتونه حکومت دموکراتیک باشه. پس راجبه این دیگه بحث تفصیلی نمی‌کنم چون قبلا گفته شده و نیازی هم به بحث نیستش. در مورد آقای هاشمی در یک دوره نیاز به نقدشون بوده و بنده نقد کردم. اگه فردا صبحم جمهوری اسلامی سقوط بکنه و یک حکومت 100% دموکراتیک بیاد سر کار که 100% دموکراتیک باشه، باز هم وظیفه ما نقد بی امان و بی رحمانه زمامداران دموکراتیکه. به خاطر اینکه اساس دموکراتی انسان شناسیش اینه که زمامداران سیاسی آدمهای فریبکاری هستن، آدمهای دروغگوی هستن، آدمهایی هستن که به دنبال کسب قدرت و ماندگاری در قدرت هستن. رضا ما باید دائما اونها رو نقد بکنیم در رسانه‌ها، در مطبوعات، روشنفکرها، در همه دموکراسی‌ها اینجوری هستش. هیچ کس از ما توقع نداره که نقد نکنیم. اگر فردا یک حکومت دموکراتیک هم در ایران بیاد سر کار، ما این کارو خواهیم کرد. هیچ جا بنده نگفتم آقای هاشمی رفسنجانی امید مردم ایران یک یا سوء تفاهمه یا دروغه. اون چیزی که بنده نوشتم و گفتم اینه که تجربه انتخابات 88 نشون داد، تجربه انتخابات قبلی هم نشون داد که در فرایند انتخابات 88 آقای موسوی و کروبی ما قبل انتخابات، که آقای موسوی میگفت من اصولگرای اصلاح طلب هستم و هیچ گانه میگفت اصولگر اصلاح طلب هستم، تبدیل شدش به موسوی و کروبی ما بعد انتخابات. من میگم انتخابات کنونی رژیم یه چنین کاری رو با هاشمی کرد و داره میکنه. مخالفین هم میتونن کمک کنن که سعی کنن هاشمی رو جذبش کنن به فرایند دموکراسی. بس بر سر این نیستش که هاشمی پرچمدار دموکراسی است. هیچ کدوم از این آقایونی که تا حالا بودن نه پرچمدار دموکراسی هستند، نه به دنبال دموکراسی بودن. آقای هاشمی هم نبوده و نیستش. اما به خاطر ضربه هایی که از توی آقای خامنه‌ای خورده و هاشمی که خامنه‌ای رو کرده رهبر، ضربه های مهلکی ازش خورده و کاملا به حاشیه رونده شده و زخمی شده، میتونه از اونجا جدا بشه، تبدیل بشه به آیت الله منتظری دیگه. آیت الله منتظری هم قائم مقام رهبری بود، ولی جلوی آقای خمینی ایستاد، از حقوق مردم دفاع کردش و امروز همه به نیکی ازش یاد میکنن. این بستگی به سه عامل داره. یک، برخوردی که رژیم میکنه. رژیم دقیقا همون برخوردی که با آقای منتظری کرد الان داره با هاشمی میکنه. دو، بستگی داره به مخالفین رژیم که چجوری به پیش بازشین آدم میرن. سه، بستگی داره به قابلیت های این فرد. آیت الله منتظری نشون داد چنین قابلیتی داره. آقای موسوی و کروبی هم نشون دادن که چنین قابلیتی دارن. اینکه آقای هاشمی چنین قابلیتی داره یا نداره رو بعد خود ایشون در عمل نشون بدن. این کل چیزیه که من در اون مقالات نوشتم و ازش دفاع می‌کنم. آقای علیرضا اگر همچنان تشریف دارید یک دقیقه فرصت دارید بفرمایید نظرتون رو تا بعد ادامه بدیم برنامه رو. خواهش می‌کنم. بله، من از آقای گنجی این سوال رو دارم. آقای گنجی، شرکت نکردن مردم در این انتصابات به قولی بگیم چه ایرادی داره که ما باید اصرار بر تبلیغ انتخابات و التزام عملی به شرکت در اون رو داشته باشیم؟ سپاسگزارم. آقای گنجی بفرمایید حد اکثر دو دقیقه خواهش می‌کنم بفرمایید که بتونیم از دیگران هم بپرسیم نظرش. کاذبی هستش. مثل اون مدعای قبلی بنده هیچ جا تا کنون نگفتم برید در انتخابات شرکت بکنید، برید رأی بدید. اون چیزی که من میگم استفاده از فرصت انتخابات. درست دقیقاً مثل این که الان در رژیم جمهوری اسلامی کتاب با سانسور شدید روبرو هستش، فیلم ساختن با سانسور شدید است، مطبوعات با سانسور شدید روبرو است، ولی نویسندگان ما، هنرمندان ما از همین فضا استفاده میکنن، فیلم هایی میسازن که جوایز جهانی میگیره، جایزه اسکار میگیره، کتاب های لیبرالی، کتاب های سکولار، کتاب های مارکسیستی در همین رژیم داره در میاد.
اگه اینطور باشه باید بگیم به دلیل سانسور، به دلیل برخوردهایی که رژیم با سینما، با کتاب، با رسانه ها داره، بعد همه نویسنده ها، همه هنرمندا کارشو تعطیل بکنن. انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ موقع آزاد نبوده، اما نهاد انتخابات به عنوان نهاد انتخابات کارکردهایی داره که مخالفین میتونن از اون به عنوان فرصتی علیه دیکتاتور و رژیم دیکتاتوری برای گذار به دموکراسی استفاده بکنن. خب آقای شهریار از طریق اسکای با ما هستند، درود بر شما، بفرمایید. سلام علی. درود بر شما. من متاسفانه از اول بحث رو متوجه نشدم. من ما در رابطه با صحبت‌های آقای گنجی، چون که آشنا هستم با نحوه تفکر ایشون، در رابطه با به طور مشخص در رابطه با این مسئله میخواستم با آقای گنجی اینو بگم که ببینید مسئله اصلی ما اینه که سیاست جزء حیات روزمره مردمه و باید انقدر ساده و قابل فهم باشه که همه بتونن خیلی با اطمینان تصمیم بگیرن و سریع تصمیم بگیرن و بر اساس نیازهای واقعی خودشون تصمیم بگیرن. حالا متاسفانه سیاست توی جامعه ما و نه تنها در جامعه ما، در تمام دنیا تبدیل شده به یه امر انتزاعی، یه امر انتزاعی پیچیده و از مردم جدا شده، یعنی تبدیل شده مثل یه قماری شده که خود این بازی جاذبه داره، اما برد و باخت روش مهم نیست، برای بازیکن صرفا نفس بازیه که جاذبه داره، اما مردم از این بازی جدا هستن، مردم شدن تماشاگر. حالا چه نتیجه‌ای بخوام بگیریم آقای شهریار در پیوند با بحث آقای گنجی؟ نتیجه اینه که اگر که ما بخوایم ادامه بدیم به این روال، یعنی بحثی که آقای گنجی مطرح میکنن یا همیشه مطرح کردن، اگر ما بخوایم کماکان ادامه بدیم به این که سیاست رو از واقعیت مردم جدا کنیم و بیشتر انتزاعیش کنیم و تصمیمات سیاسی رو بیشتر ببریمش توی پستو و نذاریم در جلوی چشم مردم، خب نتیجهش باز چی میشه؟ نتیجه این میشه که مردم از واقعیت این سیاست دور میشن، بیشتر درگیر این میشن که برن مسائل رو از طریق رمل و اصول. منظورتون این آقای یغمایی، منظورتون این است که روشن آقای گنجی حرف نمیزنن، نظرشون رو روشن نمیگن؟ نه، منظورم اینه که آقای گنجی به عنوان یک نفر که توی صحنه سیاسی جامعه ما حضور داشتن، کمک کردن به منتظر کردن بیشتر این قضیه و کماکان تلاششون در جهت انتظار کردن بیشتر این قضیه است. چه باید کرد که چنین نشود؟ باید کاری کرد که سیاست بشه جزء حیات روزمره مردم، یعنی سیاست رو باید دوباره برد با همین بحثی که الان آقای گنجی دارن میکنن در پیوند با استفاده از فرصت انتخابات. فرض بفرمایید که این بحث بحثی است انتزاعی، چه باید کرد که مشخص باشه این بحث؟ ببینید، من به عنوان مخالف حکومت حرف میزنم، نه به عنوان موافق حکومت. من فقط اینجا اینو میگم در شرایط فعلی ما جای پای ثابتی که داریم اینه که آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس یک سال دیگه تثبیت شده. این یعنی این که مجلس سیاستی رو که تا به حال داشته در سال آینده هم ادامه خواهد داد. یعنی این که اگر که ما تمام مشکلات جمهوری اسلامی رو این 34 سال ببینیم، مشکل عمده جمهوری اسلامی این بوده که رئیس قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور، همیشه در تضاد بوده با مجلس. حالا رئیس جمهور آینده ما از حالا باید با این اطمینان باشه که مجلس همون سیاست قبلی خودش رو ادامه خواهد داد. توی این 8 تا کاندیدایی که ما داریم، هیچ کدوم نیومدن مشخص با مردم بگن که سیاستشون در قبال مجلس چیه. میخوان زیر دست مجلس باشن، کماکان میخوان رقابت بکنن با مجلس، یا میخوان هماهنگ بکنن خودشون رو. پس ما فقط تنها نقطه ثابتی که داریم اینه که آقای لاریجانی همین سیاست رو ادامه میده، مجلس ما همین سیاست رو ادامه میده. حالا آیا کاندیداها اومدن صحبت کنن که چیکار میخوان بکنن در قبال مجلس؟ یا جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده، یعنی نمیتونه این تضاد بین قوه مجری و مقننه رو حلش بکنه، یا به یه نتیجه گیری رسیدن که به مردم نگفتن؟ خب اجازه بفرمایید آقای یغمایی، برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه. آقای گنجی خواهش میکنم اگر صحبت داریم بفرمایید. کنم خیلی سریع و انتزاعی نیست و سیاست هم باید غیر انتزاعی و خیلی سریع روشن باشه. راش ببینید، ما داریم به انتخابات و به مسائل کشورمون از منظر گذار به دموکراسی نگاه میکنیم. مسئله ما اینه که گرفتار یک رژیم دیکتاتوری هستیم و باید از هر فرصتی استفاده بکنیم برای گذار به دموکراسی. دموکراسی خواهان و کسانی که اصلاح طلبان و هر کسی که میخواد به این فرآیند کمک بکنه،
برای اینکه سیاست رو عینی بکنه و عینیت بهش ببخشه، به مردم عینیت ببخشه، باید از شعارهای اتفاقا انتزاعی دست بکشه. یعنی فرض بفرمایید بخش کارگر جامعه ما امروز در پروژه جنبش سبز حضور نداشت. چرا نداشت؟ برای اینکه نه مطالبات خودش، نه شعارهای خودش رو در جنبش سبز نمیدید و نه در رهبری جنبش سبز حضور نداشتش. امسال روز کارگر شدش، اصلاح طلبان و جنبش سبز هیچ برخوردی با روز کارگر نکردن. راه عینیت بخشیدن اینه که دموکراسی خواهان شعارها و مطالبات عینی اقشار محروم جامعه و طبقه کارگر رو بیارن توی مطالبات خودشون طرح بکنن و اونها رو تو رهبری بیارنشون. اونطور نباشه که دموکراسی خواهان صرفاً و صرفاً طبقه متوسط و معطوف مورد توجه خودشون قرار بگیرن. مسئله ما توجه بکنید گذار به دموکراسیه و برای گذار به دموکراسی راهی جز مبارزه با دیکتاتور و نظام دیکتاتوری و استفاده از فرصت‌هایی که این نظام ایجاد میکنه وجود نداره، وگرنه باید بریم بگیریم بخوابیم. و اینم کاملا چیزهای عینی هسته، چیزهای عینی نیست که تضاد اصلی با دیکتاتوره. یعنی در تمامی جاهایی که گذار به دموکراسی صورت گرفته، تمامی حمله ها، تمامی تیرها شلیک میشده به سوی شخص دیکتاتور و نظام دیکتاتوری. این چیز کاملا عینیه، این چیزی نیستش که انتزاعی باشه. یعنی تمامی حمله ها در این انتخابات باید معطوف به آقای خامنه‌ای باشه. خب اگر وضعیت امروز ما گرفتارش هستیم، وضعیتی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرده، خب، احمدی نژاد یا جلیلی سیاست هایی رو که آقای خامنه‌ای می‌خواستن مو به مو اجرا کردن و این وضعیت برای ما پدید آورد. آقای یغمایی اگر صحبت دارین یه دقیقه خواهش می‌کنم بفرمایید. یعنی می‌فرمایند کماکان دارن شعار میدن، ما داریم در اگر در مورد مسئله عینی جامعه داریم صحبت می‌کنیم، مسئله انتخاباته. حالا این بحثی که شما میکنید یه بحثی که خارج از این چارچوب قرار میگیره. ما داریم در مورد یه نظامی صحبت میکنیم که دچار یه بحرانیه. این بحران به طور خاص مشخص در عرض این مدت همین تضاد بین رئیس جمهور و مجلس. حالا اینا میخوان این تضاد رو حلش بکنن، یعنی باید حلش بکنن اگر میخوان از این مرحله بگذرن. این نرب که به آقای خامنه‌ای داره، نه ربطی به احمدی نژاد داره، نه ربطی به مجلس داره، ربط به ساختار نظام داره. ساختار نظام داره. بسیار خوب. ممنونم ازتون آقای یغمایی. آقای گنجی اجازه بدید من تلفن دیگری بگیرم. از ایران محمد رضا، درود بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. درود عرض می‌کنم خدمت شما و مهمون عزیز برنامه‌تون. والا من نظرم یه مقدار تعدادی با آقای جنگی متوافق کرده و اونم اینه که ما توی این 34 سال انواع و اقسام فرصت ها رو از دست دادیم. تقریبا به همه جور و همه شکل هم اینا رو ما امتحان کردیم، بهشون میدون دادیم، فرصت دادیم، خوشنگی کشیدیم، بیکاریش کشیدیم، تولمش کشیدیم. آقا اینا باید قبول بکنیم که اصلاح پذیر نیستن. و این از نظر بنده که البته یه نظره، هر کس میتونه موافقش باشه میتونه مخالفش هم باشه، از نظر بنده اینه که این مدار ما سست و تنبل شدیم قاعدتا. اینو باید قبول بکنیم، باید بپذیریم. وقتی مثلا صحبت میکنیم که در مقابل رژیم باید وایسیم، مردم فوری تو ذهنشون این تداعی میشه که باید بریزیم تو خیابون، ماشین نیروی انتظامی به درمون رد بشه، کتک بخوریم، زندانمون بکنن و بهمون تجاوز کنن و این صحبت ها. نه، این دفعه ما میتونیم از یه راه دیگه وارد بشیم و به جای اینکه رژیم خودش انتخابات رو بیاد مدیریت بکنه، بر اون خواسته های خودش رو ما دیکته بکنه، ما میتونیم خواسته هامون رو به رژیم دیکته بکنیم. ما میتونیم انتخابات رو مدیریت بکنیم. چطوری؟ نظریه است. حالا میتونم مهمون برنامه تونم مطرح دارم میکنم، مهمونم این نظرشون رو بگم. ما میتونیم چند روز قبل از انتخابات، روز 24 خرداد، چند روز قبلش برنامه‌ریزی بکنیم، همه به دوستامون، اقواممون، آشنایامون به همه اطلاع بدیم، همه در کنار هم دیگه جمع شیم توی خانواده، بخوریم و بخندیم و بگیم و شاد باشیم و به برنامه‌های روزانه عادی خودمون بپردازیم، خیابونا و صندوق‌های انتخابات خالی بکنیم. بعد ببینیم که چطور این رژیم میتونه فیلم برداری بکنه از این به اصطلاح حربه‌ای که توی این 34 سال استفاده کرده و با تبلیغات گسترده اینو خواسته به دنیا اعلام بکنه که مردم پشتوانه ما هم. سپاسگزارم.
ممنونم محمد رضا از ایران. میتونیم نشون بدیم. بسیار خوب. آقای گنجی، من در شاید یه جورای پیوند با همین تلفنی بود که باشد پیام‌هایی از بینندگان هست خدمتتون بخونم که آقای سروش نوشتند اگر نبود انتخابات آزاد را هم کنار بگذاریم و به صرف اینکه تندروها از صندوق بیرون خواهند آمد، اگر ما پای صندوق نیاییم چه تضمینی وجود دارد که رأی مردم تاثیرگذار است؟ این در واقع در تخالف با صحبت دوست عزیزی که صحبت کردن الان. و یک نکته دیگر از آقای گنجی سوال کنید، فرض کنیم مردم همه رفتن و رأی دادن به قول شما برای استفاده از این فرصت، اگر به عنوان مثال عارف و یا روحانی همراه با یکی از کاندیداهای اصولگرایان به مرحله دوم راه پیدا کنند و بعد شاهد چیزی مثل انتخابات 88 باشیم و مردم به خیابان‌ها بریزند برای اعتراض به تقلب، آیا عارف و روحانی پشت مردم میمانند و یا عقب نشینی میکنند که نظام به خطر نیفتد؟ آقای گنجی خواهش میکنم. اولا دوستان یه پیش‌فرضی دارن که فکر میکنن که شرکت در انتخابات به معنای مشروعیت بخشی به رژیم و به خاطر اینه که دوستان چیز بکنن. مشروعیت یک نظام سیاسی یه طیفی متشکل از اجزای بسیار گوناگونی هستش که آرای انتخاباتی یکی از اون ملاک‌ها هستش. رعایت حقوق بشر، دموکراتیک بودن نظام سیاسی و برابری و عدم تبعیض که به یک رژیمی مشروعیت می‌بخشه. اگه یک رژیمی فاقد اینها باشه، رژیم تبعیض باشه، رژیم نابرابری باشه، نظام ناقض حقوق بشر باشه، حتی اگر 100% مردمم آزادانه بیان به اون رأی بدن، اون رژیم نامشروعه. درست مانند اینکه شما فکر کنید مردم آزادانه بیان به بردهداری رأی بدن، آیا بردهداری مشروع میشه؟ پس با درصد آرا نمیشه گفتش که یک رژیم مشروعه. یعنی اگه در همین انتخابات فعلی 100% مردم هم آزادانه خودشون بیان رأی بدن، این جمهوری اسلامی رو بهش مشروعیت نمیبخشه، به خاطر اینکه رژیم تبعیضه، به خاطر اینکه رژیم ناقض حقوق بشره. این نکته اول. نکته دوم، تحریم و کسانی که سخن از تحریم میگن به این نکته توجه نمی کنن که دو تا مدعای متعارض پارادوکسیکال همزمان طرح میکنن. از یک طرف میگن تحریم کنیم، تو خونه بشینیم، غذا بخوریم تا این رژیم رأی نداشته باشه و نامشروع بشه. خب فرض میکنیم ما این کارو میکنیم، همه میشینیم تو خونه ها غذا میخوریم، هیچ کی نمیره صندوق پای صندوق ها تا رژیم رأی نداشته باشه. از طرف دیگه همین دوستان میگن که رژیم متقلبیه که چند تا کار میکنه. یکی این که آرایی که ما بریزیم به صندوق به نام اون کسی که خامنه‌ای دوست داره در میاره، بعدم میلیون‌ها رأی علاوه بر آرایی که ما به صندوق ریختیم میخونه. خب اگه این رژیم متقلب هستش، ما تو خونمون هم بشینیم، فردا میاد اعلام میکنه 80% مردم در انتخابات شرکت کردن. شما به تجربه 10 دوره انتخابات جمهوری اسلامی نگاه بکنید، در این 10 دوره حداقل رأیی که اعلام کردن 50.5% بوده، گفتن 50.5% در انتخابات مشارکت داشتن و بیشترینش در انتخابات گذشته بودی که گفتن 85% مردم در انتخابات شرکت کردن. خب شما اگه فردا در همین انتخابات همتون هم نشستید تو خونه ها غذاتون رو خوردید، اومدن گفتن اینقدر درصد شرکت کردن، چه میکنید؟ ضمن که قطعا یک تعدادی از مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد. و نکته بعدی اینه که تحریم به شرطی کار آمده که کلیه نیروهای سیاسی مخالف بر سر اون اجماع بکنن، بتونن بسیج عمومی سرش صورت بدن. تحریم تاکتیکی است متکی بر مجموعه برنامه‌های مورد توافق مخالفان که متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. و نکته آخرم، توجه بکنید من مطلقا در این بحثایی که تا حالا کردم، چه در نوشته‌ها چه در مصاحبه‌ها، هیچ جا از رأی دادن صحبت نکردم. تمام صحبت من درباره استفاده از فرصت انتخابات، دو قطبی کردن جامعه حول مبارزه علیه خامنه‌ای و ضد خامنه‌ای هستش، علیه دیکتاتوری است. این بحثی هستش که من طرح می‌کنم. خب اجازه بفرمایید که محمد رضا از طریق اسکایپ با ما در تماس هستن. درود بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ممنونم. مطالبی که آقای گنجی می‌فرمایند شاید بعضی هاش درست باشه، شاید هم بعضی هاش درست نباشه، اما می‌خواستم فقط، حالا چند تا از دوستان دیگری هم که رو خط اومدن این سوال رو مطرح کردن راجع به نظراتشون قبلا راجع به مثلا آقای رفسنجانی مطرح کردن یا نقدهایی که عنوان می‌کردن و ایشون هم جواب دادن. اما سوال من اینه، فرض مثال ما دیدگاه‌های آقای گنجی رو بپذیریم و قبول کنیم و به روندی که ایشون میگن رو به جلو بریم، چه تضمینی هستش که چند سال آینده خود آقای گنجی نیان و بگن اون نظرات من و اون عمل کرده من در اون سال اشتباه بوده؟ و
به هر حال جامعه ایران فراموش نمی‌کنه که آقای گنجی باشین روی خط خواهش می‌کنم آقای گنجی خواهش می‌کنم بفرمایید ما داریم گفتگوی آزاد در قلمرو عمومی میکنیم و تک نفره نیستش که تک ساعتی نیست همه حرف میزنن و همه حرفای همدیگر رو نقد میکنن لذا از میونه این رایزنی جمعی هستش که حقیقت یک رفته رفته روشن میشه کاملا هر انسانی ممکنه در زندگیش خطا بکنه ممکنه هست صحبتهای من اشتباه باشه میگم بنده که اینجا دارم صحبت میکنم میگه ادعا کردم که صحبتهای من وحیه که خداوند بر من نازل کرده بنده به عنوان یک آدم خطاکار دارم تحلیلم و نظراتم و پیرامون شرایط میگم و همه انسان ها مانند بنده هستن هر کسی حرف میزنه ممکنه سخنانش و مدعیاتش کاذب باشه تحلیلش نادرست باشه مهم اینه که ما دروغ نگیم و اون چیزی رو که صادقانه تحلیل وضعیت فرض میکنیم و فکر میکنیم که رایی هستش که ما رو به دموکراسی میرسونه اونو صادقانه با مردم در میون بذاریم سپاسگزار علی از طریق اسکایپ با ما در تماسان درود بر شما خواهش من بفرمایید صدا نمیاد بسیار خوب کوروش از طریق اسکایپ درود بر شما بفرمایید یعنی من چیزی نمیتونم دیگه بگم جانم شما هنوز رو خطین بفرمایید یک دقیقه شما خواهش میکنم بفرمایید محمد رضا بله آقای گنجی سوال اینجاست فرض کنیم در انتخابات شرکت کردیم فرض کنیم ما رفتیم رأی دادیم و فردی هم که اومد فضای ایران رو بهتر کرد تورم رو کنترل کرد آزادی های سیاسی فرهنگی هم ایجاد شد در نهایت چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد در نهایت آیا نمی شود یک مورفین 8 ساله که درد رو کاهش میدهد اما جراحی در بین نیست و بعد در جواب پاسخ سوالم که شما به من دادین من هم نگفتم که مطمئنن شما وحی مطلق میگید و ممکن نیست اشتباه کنید اما حداقل میتونم این رو بگم به عنوان یک نسل جوان که دارم در ایران زندگی میکنم هیچگاه ندیدم شما پاسخگوی عملکرد گذشته خودتون باشید به هر حال جامعه ایران نسلهای گذشته ما فراموش نمیکنه آقای گنجی همون کسی هستن که در دوران اوایل انقلاب در سر دخترهای ببینید اینجوری نمیشه نه ببینید اینجوری نمیشه بحث کرد اجازه بفرمایید ما درباره آقای گنجی باید در برنامه بی پرده بی تعارف صحبت کنیم و با هر فرد دیگری وقتی داریم درباره یک بحث مشخصی صحبت میکنیم با موضوع مشخصی که 32 دقیقه است داریم درباره‌اش حرف میزنیم دیگه اینجوری فقط به هرز بردن انرژی و قاطی کردن بحثه که از توی بحث هیچی در نیاد متاسفم که این باعث میشه بقیه حرفای خوبی هم که شما زدین زیر سوال ببره علی از طریق اسکایپ نمیدونم در تماس هستن با ما یا نه اگر نه کوروش درود بر شما هر کدومتون از طریق اسکایپ هستین با ما در تماس خواهش میکنم بفرمایید آقای علی عزیز بفرمایید خدمت شما و آقای گنجی عزیز من راستش رو بخواید اصلا موافق رأی دادن نبودم و هنوزم ته دلم آنچنان باوری ندارم که از طریق رأی دادن و این رژیم قراره که تغییری درش ایجاد بشه نقطه نظر من وقتی که نظر آقای گنجی رو خوندم و دیدم از یک لحاظی هم با آقای گنجی موافقم از لحاظ اینکه مردم ایران رو به یک جنبشی وادار میکنه برای همبستگی بیشتر و برای حرکت به جلو و درخواست از حکومت برای حقوق واقعیشون من فکر نمی کنم که واقعا اگر من یه سری از کاندیدارم حتی آقای عارف رو من شخصا میشناسمشون آدم بسیار باسوادی هستن اما واقعیت اینه که اگر آقای اوباما هم رئیس جمهور ایران باشه یه رهبری اون بالا هستش که اون چوبشو بالای سر ایشون داره همیشه منتها مردم ایران با این حرکتی که میکنن توی این انتخابات میتونن یه همبستگی بین خودشون ایجاد کنن و قدرتشون رو به رژیم نشون بدن و دوباره یک حرکت بسیار بزرگتری که حکومت رو به وحشت بندازه واقعیت اینه که در دوره آقای خاتمی حکومت وحشت کرد و این وحشتش باعث شد که اون سیر دستگیری های مطبوعاتی بستن مطبوعات و اون اتفاقات بیفته و در متعاقب اون تقلبات انتخاباتی که من فکر کنم در دوره اول آقای احمدی نژاد که با آقای رفسنجانی و آقای کروبی هم رقیب بودن اون دفعه هم تقلب شد و در سری بعد دیگه کاملا خیلی دیگه واضح بود که مردم به پی بردن و فکر میکنم فقط این باعث خواهد شد که مردم همبسته بشن و قدرتشون رو بیشتر بکنن و بخوان از رژیم که
حقوقشون رو پس بده. آقای عزیز پرسشی هم دارید از آقای گنجی یا نه؟ میخوام ببینم آقای گنجی با من موافقن، یعنی فکر میکنن همین چیزیه که من میگم، وگرنه رژیم که قرار نیست مثلا با آقای عارف یا آقای روحانی قرار تغییراتی درش ایجاد بشه. ما آقای خاتمی رو ما داشتیم که سپاسگزارم ازتون. آقای گنجی خواهش میکنم بفرمایید. ببینید این نکته رو توجه بکنید، الان اصلا تو میونه کاندیداهای موجود ما کاندیدایی نداریم که بحثش گذار به دموکراسی باشه و شعارهای این باشه که بخواد رژیم سیاسی و ساختارش رو دموکراتیزه بکنه. بحث ما اینه که ما در یک شرایط بسیار بسیار خطرناکی کشور ما قرار گرفته، شرایطی که این کشور ما میتونه منتهی بشه به سوریه شدن کشور ما، و آقای خامنه ای و یارانش و همفکرانش دارن کشور به سوی سوریه شدن پیش میبرن. ما در یک چنین شرایط مهلکی قرار داریم و همیشه اینطور نیستش که ما بین بد و بدتر بخوایم انتخاب کنیم. گاهی انتخاب ما بین بدتر و بدترین خواهد بود. بدترین سناریویی که ایران میتونه گرفتارش بشه این سناریو هستش که ایران هم مانند سوریه کلنگیش بکنن، به یک ویرانه‌ای تبدیل بشه که دیگه تا ابد درست نمیشه. سیاستی که آقای خامنه‌ای پیش گرفته داره کشور به همچین سوی میبره. تیم آقای خامنه‌ای کیه؟ افرادی که آقای خامنه‌ای دارن کی هستش؟ یه فردی هستش مثل سعید جلیلی که میگه ما رفتیم الان خیمه پشت خیمه دشمن، یعنی آمریکا یا کشورهای غربی یا اسرائیل، اونجا خیمه زدیم و میخوان ما رو به عقب برگردونن. ما در شرایط شیب ابی طالب نیستیم، در شرایط فتح خیبر هستیم و اینها با این 6 سال گذشته با اینجور افراد ببینید کشور رو به کجا رسوندن که این همه قطعنامه علیه ما تصویب شده، این همه تحریم علیه ما تصویب شده و اون پروژه کلنگی کردن منطقه که با افغانستان و عراق و لیبی و سوریه شد و الان قطر و عربستان بهار عرب رو تبدیلش کردن به جنگ شیعه و سنی و 3 میلیارد دلار فقط عربستان تو این قطر به مخالفین سوریه داده. نتیجه چیه آقای گنجی؟ پروژه‌ای که میخوام بیارنش رو ایران و آقای خامنه‌ای با یک تحلیل اشتباه احساس میکنه که جهان غرب رو شکست داده. تحلیلش اینه که جهان غرب در حال فروپاشیه. احساس میکنه که تحولات منطقه خاورمیانه به سودشه و احساس میکنه که با ایستادگی، دیدین تو آخرین صحبتش میگه باید کسی رو انتخاب کنید که بیسته، کسی رو انتخاب کنید که لباس پولادین، زره پولادین به تنش کنه بره بیسته. این شرایط یعنی با افرادی مثل جلیلی، سعید جلیلی یا آقای علی اکبر ولایتی که میگه خودش میگه من رئیس جمهور آقای اجازه هستم، این شرایط یعنی شرایط سوریه کردن ایران. ما در یک چنین موقعیتی به وجود داریم زندگی میکنیم و یک آدم هایی که خب ببینین آقای گنجی، از اون طرف معذرت میخوام صداتون رو قطع میکنم، از اون طرف آقای روحانی مثلا میاد میگه که برعکس آقای رفسنجانی در مقاله شما هم هست این مطلبی که درباره همین فرصت انتخابات نوشته اید، مقاله اخیرتون 3 روز پیش منتشر شده است، که آقای روحانی میآید میگوید که ما باید تنش‌ها رو کم بکنیم، باید به جهان نزدیک بشیم و درست برعکس صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو میکنه. منظورتون اینه که باید مثلا آقای روحانی رو تقویت کرد؟ حالا من نمیگم رأی رو بهش داد. من اصلا بحثم بر سر این نیست که ما بریم آقای روحانی رو تقویت کنیم. اون چیزی که هست یک قطبی سازی علیه خامنه ایه و همین نکاتی که گفتم نشون بدیم. دو، به مردم گفته بشه، چون شما قطعا بدونید در هر شرایطی یک تعدادی از مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد، به اون تعداد از مردمی که در انتخابات شرکت میکنن باید بگیم که مردم عزیز ایران، اینو عاجزانه به شما میگیم، رأی دادن به امثال سعید جلیلی یعنی سوریه کردن ایران، یعنی تبدیل ایران به یک سوریه دیگه. رأی دادن به امثال ولایتی یک همچین پدیده‌ای هستش. حداقل اینو بدونید که کجا داریم میریم. آقای خامنه این کشور به کجا داره میره؟ ما نمیخوایم ایران تجزیه بشه، ما نمیخوایم ایران ویران بشه، ما نمیخوایم مردم ایران هم شبیه مردم سوریه وضعیتشون بشه با 70,000 کشته، با 5.5 میلیون آواره، با یک کشور ویران شده که این اگه بخواد توی یک ترازی مثل ایران عمل بشه که 5 برابر اون جمعیت داره و وسعت داره، یعنی 500,000 کشته، یعنی 25 میلیون آواره. اجازه بفرمایید. در انتخابات سخن من اینه، باید آگاهانه وضعیت کشور رو دید. ما در وضعیتی هستیم که آقای خامنه‌ای با اون تیمی که داره، و دیروز هم شما تو صحبتاش نگاه کنید، آخر صحبتش یک نکته بسیار مهم و دقیق بود، گفت غرب داره فلان کاری میکنه، من و ما هم میدونیم چی کار میکنیم و کار خودمون رو خواهیم کرد. اون کاری که آقای خامنه‌ای میکنه سوق دادن کشور به سوی جنگ و به سوی سوریه کردنش با این تحریم هایی که
دائما افزایش میابه و خود این تحریم ها که سه تا تحریم دیگه هم در پیش هستش که داره به زودی تصویب میشه، همین تحریم ها به تنهایی ایران و کلنگی و نابود و تجزیهش خواهد کرد. اجازه بفرمایید که دوستانی که بیش از نیم ساعت پشت خطند از تهران، کیوان درود بر شما، خواهش من بفرمایید. درود بر شما جناب آقای فلاحت و میهمان عزیزتون. درود بر شما، بفرمایید. جناب آقای فلاحت، بنده میخوام خدمتتون عرض کنم این آقای قالیباف در حد انتخاب معاونینش هم قدرت نداره. تمام این کاندیداها بیان رو قد به هم دیگه وایسن تا زانوی آقای هاشمی رفسنجانی هم نمیشه قدشون. ولی میخوام به شما اینو عرض کنم آقای گنجی، رو من یه سوال دارم ازشون. جناب آقای گنجی، ریسک جمهوری اسلامی از این که مردم بیان تو خیابون بگن رأی ما کو، اون ریسک براش هزینش بیشتره، یا این ریسکی که یه کاندیدای درست حسابی که مردم پسند باشن تو این کاندیداها نباشه، پس بنابراین هزینه کمتر انتخاب کرده، از اینی که این ما فکر بکنیم که بریم رأی بدیم مثلا فرض بفرما یه تغییر تو حالت مسئولین جمهوری اسلامی پیش میاد، این واقعا توهماتی بیش نیست. سپاسگزارم. تلفن بعدی رو بگیریم. آقای رضا از تهران، درود بر شما، که این سوالی که ایشون کردن رو داشته باشیم، البته آقای گنجی بهش بپردازیم. آقای رضا خواهش می‌کنم بفرمایید. الو، سلام. درود بر شما. درود بر شما آقای گنجی. من آقای فلاحت می‌خوام بگم اول یه ضرب المثلی داریم، میگن که ماهی هر موقع از آب بگیری تازه است. اینو میشه به دو جور تفسیر کرد، همیشه برداشت خوب ازش که هم برداشت بد. مثلا ما اون چیزی که حالا معلومه این انتخاب باز میشه و این ضرب المثل، من فکر می‌کنم حالا من به عنوان یه چیزی که اصلاح کردم اون رو دوست دارم و خودمو جزء اون قش می‌دونم، می‌خوام بگم بعد از انتخابات 88 من گفتم دیگه به عنوان تو انتخابات شرکت نمی‌کنم، چون بحث تقلب شده بود، من گفتم دیگه به عنوان شرکت نمی‌کنم. ولی از اینجایی که دیدم که جناح اصلاح طلبم کاندید شد، یعنی اومدن ثبت نام کردن، آقای هاشمی و جناح اومدن، گفتم اینا پس معلومه که اون تقلبی هم که شده انقدر سخت و سخت نبوده که اینا اومدن دوباره ثبت نام کردن. به خاطر همین همه حرفای گنجی رو میزنن. میگن که ما بیایم از این فرصت ایجاد شده استفاده کنیم، حداقل میگن که آقا جا عارف هست، اون آیه روحانی هستش، اینا نمیگن ما 100% میتونیم نظام رو تعطیل کنیم، ولی یواش یواش خب پله پله باید جلو بریم. اینا یه دفعه میخوان کل نظام رو از ساقط کنن، خب معلومه که نمیشه. ما باید یه خود سیاست داشته باشیم، حداقل بتونیم عارف آقای روحانی رو بذاریم سر کار و دوره خاتمی نبود. خب ما خیلی آزادی داشتیم، خیلی بحثا داشتیم که تو این دوره مثلا احمدی نژاد نداشتیم، حالا میتونیم آقای روحانی رو بفرستیم بالا، حالا اینکه بشینیم تو خونه چه درگم رو دوام میکنه، هی روز به روز کار سختن. سعی جلیلی بیاد که دیگه سنه حداقل روحانی رو بذاریم، فرصت ما برای انجام کارامون بیشتر میشه. ممنونم ازتون دوست عزیز. آقای گنجی، یک سوال هست در فیسبوک، نوشتند از آقای گنجی سوال کنید آیا منظور از برخورد غیر منفعلانه با انتخابات شرکت در انتخابات است یا عدم شرکت، روشن پاسخ دهید. خواهش می‌کنم بفهم. ببینید، شرکت در انتخابات هزار وجه داره، من شعر دادم از کدومش باید استفاده کرد. رأی دادن یک عمل هستش. من هیچ موقع تو این صحبت‌ها که امروز از اول کردم و تو مقالات تا حالا کسی نگفتم برید رأی بدید. اون چیزی که من دارم میگم اینه که ما از فرصت انتخابات استفاده بکنیم، فضا رو دو قطبی بکنیم علیه خامنه‌ای و ضد خامنه‌ای. باید نشون بدیم که آقای خامنه‌ای و اون کسانی که مطلوب ایشون هستش، که ایشون یک گماشته‌ای میخواد، یک نوکری میخواد به عنوان رئیس جمهور بذاره اونجا، که هرچی گفت به قول خود آقای دکتر ولایتی که میگه من رئیس جمهور آقا اجازه هستم، یه آقا اجازه میخواد بذاره اونجا. ما باید به مردم نشون بدیم که آقا این آقا اجازه ای که ایشون میخواد بذاره اونجا کشور رو به کجا میبره. حرف من اینه که به مردم تبیین بکنیم، روشن بکنیم این نظام دیکتاتوری و شخص دیکتاتور خودکامه مثل آقای خامنه‌ای که در رأس اون قرار گرفته، این کشور رو با سیاست های خودشون در این 8 سال اخیر کشوندن به این قطعنامه های سازمان ملل. آقای گنجی، آیا صحبت این دوست عزیز اخیری که تلفن زد از تهران و نظرش رو شنیدین؟ من زیق وقت است تکرار نمی کنم. آیا صحبت ایشون رو باهاش موافقین؟
کدام که گفتن به کدام... که گفتن دوره خاتمی هم ما کلی گشایش داشتیم. خب الان اگر به رفسنجانی به طور منطقی بین سه دوره ریاست جمهوری 8 ساله آقای هاشمی و دوره خاتمی و دوره احمدی نژاد تفاوت‌های زیادی وجود داره. نه اگر... این منطق رو ایشون پایه گرفتن برای اینکه بگویند که به روحانی عارف اگر بمانن تا انتخابات رأی باید داد. اگر قطعاً بشه یک شرایطی مثل شرایط دوران خاتمی درست کرد، قطعاً باید درست بکنیم. اگر قطعاً میتونیم کاری بکنیم که کشور ما به سوریه دیگه تبدیل نشه و وارد جنگ نشه، قطعاً باید بکنیم. اگر قطعاً میتونیم کاری بکنیم با دنیا، با آمریکا وارد مذاکره بشیم که این تحریم ها لغو بشه، قطعاً باید بکنیم. قطعاً باید ما بریم به سوی این که ایران با آمریکا وارد مذاکره مستقیم بشه. قطعاً باید بریم به سوی این که خب سوال من این است آقای گنجی، به طور مشخص آقای روحانی میگوید که باید با آمریکا وارد مذاکره مستقیم بشیم، صریح گفت دیگه، برای اینکه اجازه بفرمایید. قطعاً باید بگیم که سیاست‌های سخنان غیر انسانی که میاد انکار میکنه جنایت هولناک هولوکاستو، با اینها مخالفت بکنیم. به حکومت ربطی نداره رژیم اینا صحبت کنه، به ما ربطی نداره که با کشوری مثل اسرائیل دشمنی ببرزیم. نگاه به مسئله فلسطین نگاه حقوق بشری هستش. ایران میتونه مانند ترکیه با دولت اسرائیل رابطه داشته باشه. دلیلی نداره ما ایران در معرض حمله نظامی قرار بدیم که هفته گذشته سنای آمریکا با 99 رأی از 100 رأی تصویب کردش که اگر دولت اسرائیل به ایران حمله نظامی بکنه، باید دولت آمریکا ازش پشتیبانی نظامی، اقتصادی، سیاسی، همه چی بکنه. این وضعیت که آقای خامنه‌ای برای ما پدید آورده، اینو باید برای مردم روشن کرد. ما باید کاری بکنیم. گفتم ما میونه بدترین الان باید انتخاب بکنیم. بدترین وضع برای ایران اینه که ایران مثل سوریه کلنگی بشه. نباید بذاریم کشور ما وارد جنگ بشه. باید بگیم و برای مردم روشن بکنیم که اینا میخوان ایران رو به یه سوریه دیگه تبدیل بکنن. هم از دشمن خارجی میخواد این کارو بکنه و هم فریب خورده داخلی به نام خامنه‌ای و داردستش، به نام جلیلی، به نام ولایتی، هر کسی که امروز پیرو خامنه‌ای باشه و سیاست‌های خامنه‌ای رو در ایران پیاده بخواد بکنه و اون سیاست‌ها رو بخواد اجرا بکنه، این یعنی گام برداشتن به سوی سوریه کردن ایران. خب. هر تحریمی که به سوی ایران افزایش پیدا بکنه و وضع بشه، این یعنی نابودی جامعه ایران از درونش و این تحریم. اجازه بفرمایید که یک دوست دیگری رو بگیریم صحبت بکنه. از کوروش، نمیدونم همچنان رو اسکایپ ما هستید در ارتباط یا نه آقای کوروش؟ درود بر شما مهدی فلاحتی دوست عزیز و همچنین آقای گنجی و خیر مقدم میگم. بعد از مدت ها برگشتیم به برنامه روی خط. جسارتاً آقای فلاحتی، آقای گنجی فرمودن صادقانه باشیم. من صادقانه به شما میگم ما مشکلی که داریم، یکی تو ایران ما جماعتی هستیم حافظمون کوتاهه، حافظمون سریع پاک میشه، و مشکل دیگه‌مون همین آقایون روشنفکری هن. چون ما روشنفکرامون همون اول انقلاب همونا بودن، الان هم همونا هستن، دارن باز ما رو به یه سمت میبرن که به بدبختی برسیم. و اصلاح طلبای در ایران، ما چرا نکنیم صادقانه روشن بگیم آقا خامنه‌ای همه کاره مملکت، رئیس جمهور یک عروسک خیم شهبازی در دست رهبره. از سال 69 کودتای نظامی شد، آقای خامنه‌ای فرمانده نظامه و قدرت نظامی در ایران بیشتر قدرت سیاسیه. سیاسیون قدرتی ندارن، نظامیون هستن که قدرت دارن. پس ما باید نظامیون رو تضعیف کنیم. شما میگین مردم تو خونه بشینن؟ نه نشینن. موقع رأی گیری مردم میان در خیابونا و شعار بدن، میگن ما رأی نمیدیم، ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. این رژیم اصلاح پذیر نیست. آقای فلاحتی عزیز شما بهتر از ما میدونید، شما یه استادی هستین. این رژیم اصلاح پذیر نیست. این رژیم باید از بیخ و بن، مثل فرانسه، انقلاب فرانسه که روحانیون در صدر بودن. دوست عزیز شما معذرت میخوام، شما در ایرانی یا در خارج از ایران؟ من در خارج از ایرانم. ممنونم ازتون، سپاسگزار. من یونان هستم. بسیار خوب، خواهش میکنم. آقای شهرام از آمریکا، مدت زیادی است که مانده روی خط، خواهش می‌کنم بفرمایید. با درود به شما، دو تا سوال دارم، لطفاً از آقای گنجی بخواید فقط جوابشو آره یا نه بگن، چون که بفرمایید، خواهش می‌کنم. سوال اولی که در رابطه با موضع ایشون در رابطه با آقای هاشمی رفسنجانی، آیا ایشون فکر می‌کنن که دشمن من، دوست منه؟ جوابش آره یا نه. در سوال دومم اینه که اگه فردا انتخابات باشه تو ایران،
ایشون فکر میکنن با رأی دادن رفتن به پای صندوق مردم به دموکراسی آینده نزدیکتر میشن یا نه؟ سپاسگزارم. آقای گنجی یکی یکی خواهش کنم جواب بدید. سوال مشخص شما منفی هستش و بنده نمیگم چون آقای هاشمی با آقای خامنه‌ای درگیره میشه دوست ما، بنده میگم ما باید شرایطی فراهم بکنیم که هر غیر دموکراتی بشه دموکرات. هدف دموکراسی خواهان دموکرات کردن غیر دموکرات ها هستش، نه هدف دموکراسی خواهان ضد دموکراسی کردن غیر دموکرات ها هستش. این نکته اول. در مورد آقای هاشمی هم یک انسان هست مثل هر انسان دیگه، حتی اگر آقای خامنه ای رو بشه جذب جبهه دموکراسی خواهی کرد باید کردش. همون کاری رو که در شیلی، در برزیل کردن مخالفین، در اسپانیا کردن مخالفین برای گذار به دموکراسی، ما باید بکنیم. اونها دومشون این بود که رفتن به سوی دموکراسی. ما همون کاری رو که مخالفین در شیلی با پینوشه کردن در ایران باید با خامنه ای بکنیم. آقای گنجی سوال دومشون این است که آیا با رفتن پای صندوق‌های رأی به سمت دموکراسی می‌رویم؟ نه لزومن جوابش منفیه، نه لزومن جوابش مثبته. بستگی داره به نوع عملکرد ما، بستگی داره دموکراسی درست کردن بدون قدرتمند کردن مردم، بدون متشکل کردن مردم، بدون افزایش قدرت مردم از طریق سازمانیابی اونها و کاستن از قدرت لویاتانی و خودکامه دولت امکان نداره. دموکراسی جایی شکل میگیره که شما موازنه قوا ایجاد کنید بین دولت و مردم، بین دولت و جامعه مدنی. اگر شما مردم از طریق سازمانیابی قدرتمندشون نکنید و موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی ایجاد نکنید، به هیچ وجه دموکراسی نخواهید داشت، حتی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه. خانم سهیلا نوشتن در فیسبوک که زمانی که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به عنوان تأیید نظام تلقی می‌شود، به همان اندازه که رأی دادن تأثیر مثبت برای نظام دارد، رأی ندادن برای منتقدان و یا مخالفان نظام اهمیت دارد و مؤثر است. ضمن اینکه بسیاری از مردم جهت شغلی که دارند به تصور غلط رأی سفید در صندوق ها می اندازن که خود من بسیاری از آنها را می شناسم. و پیام دیگر هست که فرصت کوتاهی داریم. تحریم انتخابات یعنی مبارزه علیه دسیسه ها و سیاست های دروغی جمهوری اسلامی. مردم باید در خانه هایشان بمانند و به هیچ وجه در خیابان نباشند که مبادا جمهوری اسلامی بتواند از حضور مردم در بیرون سوء استفاده تبلیغی کند. اجازه بدید که یک تلفن دیگری بگیریم از تهران. مهدی درود بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. میاد صدا آقای مهدی از تهران. خب از طریق اسکایپ آقای کاوه با ما هستن. درود بر شما، خواهش من بفرمایید. الو جانم. سلام عرض میکنم، من دکتر مرتضی آقا محمدی هستم. میخواستم از جناب گنجی این سوال بکنم. ایشون درست جواب نمیدن که مردم روز به چیز نیان تو خیابونا. از دید من در صورتی که مردم در 24 خرداد در خیابانا دیده نشن، سوای این که دنیا خواهد دید که رژیم پشتوانه مردمی ندارد، یعنی رژیم از مردم نمایندگی نمی کند، به سرکوبگران رژیم نشان خواهد داد که دوره رژیم آخوندها و رانتخاری و مفخوری به سر آمده و بنابراین پشت رژیم را خالی خواهند کرد و آخوندها مجبور خواهند شد حکومت را به مردم برگردانند. ممنونم ازتون. دکتر مرتضی آقا محمدی، من نمیدونم چرا با اسم کاوه به من معرفی شدن. باری آقای اکبر گنجی خواهش میکنم، من این پرسشم ازتون میکنم به این پرسش و به پرسش هایی که شد یک جا خواهش میکنم جواب بدید، فرصت بسیار کوتاه است. آقای امید بهروزی نوشتن لطفا از آقای گنجی سوال کنید آیا این نظام اصلاح پذیر هست؟ نشانه های اصلاح آن کدام است؟ پرسش دیگه ای هم کردن که من بعد خدمتتون عرض میکنم. خواهش میکنم. ببینید اصلا این پرسش اصلاح پذیری نظام های سیاسی یا اصلاح ناپذیریشون زیاد پرسش دقیقی نیست. نظام های سیاسی یه ذات ثابتی ندارن که شما فکر کنید اون یه ذات ثابت هستش که اون ذات تغییر میکنه یا نمیکنه. همه چیز به بستگی داره به مخالفین دموکراسی خواه این رژیم ها. بدترین رژیم های فاشیستی، بدترین رژیم های توتالیته رو مردم گذار کردن ازشون به دموکراسی. فرانکو یک نمونهش بودش، پینوشه یک نمونهش بودش که این نمونه‌ای هستش که مردم با مبارزات مسالمت‌آمیز از اینها عبور کردن به دموکراسی. بعد از
شما میبینید این کاری بودش که در اسپانیا شد، در پرتغال شد، در شیلی شد، در برزیل شد. خب این ذات رژیم ها ندارن، بستگی داره به مخالفین و به مبارزات مخالفین. مخالفین میتونن با مبارزات مسلمت آمیز خودشون گذار ممکن کنن. در کل اروپای شرقی سابق شما دیدید که مردم با مبارزات مسالمت آمیز خودشون رژیم های توتالیتر رو گذار کردن به دموکراسی. خب سوال من از شما اینه، رژیم های توتالیتر ذات دارن؟ میگه رژیم های توتالیتر اصلاح پذیر هستن؟ همه چیز بستگی داره به مخالفین. این نمیشه که ما هیچ کاری نکنیم، بشینیم تو خونه استراحت بکنیم، هیچ عملی نکنیم، فقط شعار بدیم و همه چیز بنزیم گردن رژیم. رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتوری هستش. رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم سرکوبگره. رژیم جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر میکنه. خب که چی؟ اینو کیه که ندونه؟ میگه کسی هستش که از این اطلاع نداشته باشه. سخن بر سر اینه که مخالفین این رژیم چیکار میکنن، سخن بر سر اینه که اون اپوزیسیون این رژیم چیکار میکنه. اپوزیسیونی اصلا وجود نداره. موقعی که مخالفین نتونن خودشونو متشکل بکنن، نتونن در یک جبهه قرار بگیرن علیه این مبارزه بکنن و فعالیت بکنن، خب این رژیم هم سر جای خودش میمونه. موقعی که ما هیچ فعالیتی نمیکنیم و صرفا اینکه مثلا بنده 4 تا سخنرانی بکنم، 4 تا مقاله بنویسم، با اینکه رژیم سرنگون نمیشه. رژیم باید ببینیم که پایه‌اش چیه. سوال ما اساسا بدتر کردیم. سوال ما در 36 سال گذشته، 34 سال گذشته این بوده که رژیم کی سرنگون میشه؟ پاسخ 6 ماه دیگه. خب 34 سال گذشته، رژیم سر جای خودش هستش. سوال باید معکوس تر کنیم. چه علل و دلایلی باعث پابرجایی و دوام رژیم جمهوری اسلامی در 34 سال گذشته شده؟ اگر به این سوال یک پاسخ علمی بدیم و اون ریشه های پایداری این رژیم رو گیر بیاریم، اون موقع شما این اونجاییه که باید بزنید، این اونجاییه که باید باش مبارزه بکنید. ولی اضافه بعدی کاذب به مردم نمیدیم که این رژیم 6 ماه دیگه سقوط کرد. از نظر شما ولی فقیه، یعنی ولایت فقیه، این سیستم نظام سلطانی فقیه سالار یکی از عللش هستش، اما این سیستم از منابع مختلفی تغذیه میکنه. یکی از منابعی که این تغذیه میکنه، میگه من رژیم دینی هستم و با سوء استفاده‌ای که از دین میکنه، از اسلام میکنه، مردم رو فریب میده. ده ها ریشه دیگه داره. یکی دیگه ریشه هاش سرکوب هستش. یک نظام سیاسی اگر خواست سرکوب داشته باشه، یک، دو، توان سرکوب داشته باشه، یعنی این دوتا عامل داشته باشه، هم خواست سرکوب و هم سازمان سرکوب داشته باشه، میتونه به بقای خودش ادامه بده. و باید یک کدوم از این دوتا توش خلل ایجاد بشه، یا خواست سرکوب از بین بره و یا سازمان سرکوب از بین بره. تمام اینها بحث‌های علمی مفصل داره که باید مستقلا. خب اجازه بدید که ما یک دوستی رو داریم که مدتی روی خطن از مشهد، آقای مهرداد. یک دقیقه متاسفانه بیشتر فرصت نداریم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب آقای فلاحتی عزیز و مهمانتون جناب آقای گنجی. چون میدونم وقتی که کمه، من سوالی که برام به وجود اومده بود از صحبت‌های آقای گنجی، جون این که من اطمینانی که داشتم نسبت به مسائل انتخاب، اطمینان من رو بیشتر کردم. شاید این موضوع به شخصیت آقای گنجی که چرا پاسخ به آدم نمیدن، فقط ابهام آدم رو اضافه میکنن. من آخرش متوجه نشدم که با این صحبت که ایشون کردن، در انتخاب نه عدم شرکت در انتخاب هیچ کنون که حرکت دموکراتیکی نیست. من سوالم از ایشون اینه که آیا ایشون وزن سیاسیشون در جامعه ما میدونن که چقدر که دارن نسخه میپیچن برای جامعه ما؟ آیا فکر میکنن حداقل 10 نفر به صحبت های ایشون عمل میکنن؟ خب بذارین ما بیاییم تو این یک دقیقه پاسخ همون سوال اول. من با یک بار دیگه با استراحت از آقای گنجی خواهش کنن که بدند. آقای گنجی، بینندگان میپرسن و ما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم که با تمام این تفاصیل، آیا شما توصیه شرکت در انتخابات میکنید یا نه؟ بنده چنین توصیه‌ای نکردم، هیچ وزن سیاسی هم ندارم، ولی فقیه یا مرجع تقلیدم نیستم به کسی دستور بدم. حتی همسرم هم به حرف من گوش نمیکنه. بنده به عنوان یک دونه تحلیلگر دارم نظرامو بیان میکنم، تحلیل میکنم. مطلقا تو هیچ مقاله‌ای، تو هیچ سخنرانی نگفتم برید رأی بدید. تمام صحبت من سر استفاده از فرصت انتخابات، دو قطبی کردن جامعه حول محور خامنه‌ای و ضد خامنه‌ای. سپاسگزارم. ممنونم آقای گنجی که پذیرفتید در این برنامه روی خط شرکت کنید، و از شما بینندگان عزیز هم ممنونم که این بحث رو با تحمل و بردباری ادامه دادید، در بحث شرکت کردید و گوش دادید به بحث. شب و روزگار خوش.